با عرض سلام باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. غنی و سالی، ما 100 برابر نسبت به امریکا استجالیت داریم، اما بر اساس واقعیت. و خط نشان تازه غنی، بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت نیستم. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. با گزارش از روزنامه 8 صبح، محمد اشرف غنی رئیس جمهور میگوید که گروه طالبان اگر فردا به انتخابات حاضر شود او آماده است، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیست. طبق اعلامیه ریاست جمهوری، غنی این سخنان را پیش از چاشت روز سه‌شنبه 26 اوت در سمینار تحت عنوان اولویت های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان که در وزارت خارجه برگزار شده بود مطرح کرده است. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است اگر طالبان فردا هم به انتخابات حاضر باشند ما آماده هستیم، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشینی خود نیستم. 42 سال جنگ کفایت میکند و ما هم مانند سایر ملل جهان حق زندگی را داریم. محمد اشرف غنی در این سمینار از استجالیت امریکا برای صلح افغانستان سپاسگزاری کرده، اما گفته است که در مقایسه با هر کشور منطقه و جهان افغانستان برای دستیابی به صلح 100 برابر استجالیت دارد. او تصریح کرده است ما برای تامین صلح پایدار و عادلانه به عوض احساسات بر اساس واقعیت ها به پیش می رویم. غنی افزوده است که حکومت برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه نقشه راه دارد و بر اساس این نقشه راه افغانستان به هدف مطلوب که حاکمیت ملی، جمهوریت، وحدت ملی، بیطرفی، اتصال و صلح پایدار و عادلانه است خواهد رسید. غنی در سخنرانی خود در سمینار اولویت های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان، اولویت های سیاست خارجی و 5 حلقه سیاست خارجی، پروسه صلح و مبدل شدن افغانستان به چهارراه آسیا را شرح داده است. محمد اشرف غنی در ابتدای این سمینار یک نهال را در صحنه وزارت خارجه غرس کرد و سپس با قطع نوار ساختمان انستیتوت دیپلماسی را افتتاح و آن را به نام انستیتوت دیپلماسی محمد موسی شفیق نخست وزیر دوره شاهی نامگذاری کرد. رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که بر مبنای قانون اساسی هیچ فردی حق ندارد که حق تابعیت یک افغان را سلب کند و هیچ افغان از افغان دیگر کم و زیاد نیست. از سوی دیگر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، نیز در گزارش جلسه 6:30 صبح امروز خود گفته که دیروز با هیئت ایالات متحده آمریکا که ریاست آن را آقای خلیلزاد به عهده دارد دیدار تفصیلی داشته است. آقای صالح گفته ما مسئولیت داریم که در این راه جانفشانی نماییم و چند برابر جهان و منطقه استجالیت نشان بدهیم. به این استجالیت باور نیز داریم. در عین حال حراست از حق اساسی مردم که همان عرضه خدمات توسط دولت است لحظه غافل نبوده و نیستیم. به گفته او ادارات کارا و پاسخگو به ملت صلح را سهل می سازد. یک بار دیگر موقف ما با وضاحت بیان شد که در چوکات قانون اساسی افغانستان و با رعایت اساسات جمهوریت آماده انعطاف هستیم. این در حالی است که گفته می شود در طرح جدید امریکا حکومت انتقالی در افغانستان پیش بینی شده و روسیه و امریکا بر سر این مسئله به توافق نظر رسیدند. با این حال این دومین بار است که پس از مطرح شدن بحث های ایجاد دولت موقت، رئیس جمهوری افغانستان به برگزاری انتخابات زود هنگام اشاره می کند. با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال 2019 میلادی برگزار شد و مراسم تعلیف او نیز با چندین ماه تأخیر برگزار شد، اشرف غنی حدود 4 سال دیگر فرصت دارد تا در قدرت بماند، اما او پیش از این در مراسم گشایش پارلمان نیز به این موضوع اشاره کرده بود. رئیس جمهور افغانستان همچنین در این نشست با توجه به استجالیت امریکا در مورد صلح افغانستان گفته ما در مقایسه با هر کشور منطقه و جهان برای دستیابی به صلح 100 برابر استجالیت داریم، اما برای تامین صلح پایدار و عادلانه به عوض احساسات بر اساس واقعیت ها به پیش می رویم. نشست مسکو،
در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا گفته که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در کنفرانس مسکو شرکت کند. این نشست به روز پنج شنبه 18 مارچ به هدف تسریع روند صلح افغانستان و با حضور نمایندگان دولت افغانستان و طالبان و نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که نشست مسکو تکمیل کننده همه تلاش های بین المللی برای حمایت از روند صلح افغانستان و در عین حال بازتاب دهنده نگرانی های جامعه جهانی از این روند است. زلمه خلیلزاد روز گذشته به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد نشست مسکو، روند صلح و گام های پیش رو گفتگو کرد. دولت افغانستان و طالبان نیز از شرکت نمایندگانشان در نشست مسکو خبر دادند. شورای عالی مصالحه ملی گفته که در نشست مسکو آقای عبدالله رئیس این شورا شرکت میکند. طالبان نیز گفته یک هیئت عالی رتبه 10 نفری به ریاست ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در این نشست شرکت میکند. روسیه، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و برخی چهره‌های سیاسی را نیز به نشست مسکو دعوت کرده است. در همین حال وزارت خارجه افغانستان در یک خبرنامه از تلاش‌ها و حمایت صادقانه کشورهای همسایه و منطقه در راستای تامین صلح در افغانستان استقبال می‌کند و بر اهمیت ادامه این تلاش‌ها و همکاری‌ها تاکید کرده است. خبرنامه می‌افزاید وزارت امور خارجه از آن می‌دارد که با برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در روسیه و جمهوری ترکیه در ادامه و متمم پروسه قطر بوده جاگزینی آن نمی باشد. در خبرنامه آمده است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با هیئت طالبان در قطر در حال مذاکره است و این مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهند یافت. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تایید میکند که قرار است زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در نشست مسکو که قرار است در پایان همین هفته برگزار شود شرکت خواهد کرد. نت برایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید همون گونه که آنتونی بلینکن گفت آقای خلیلزاد در منطقه و با شرکای بین المللی ایالات متحده درگیر است تا توافق سیاسی را سرعت بخشد. او افزوده به عنوان بخشی از تلاش ها مدوم ما برای تشویق این روند مهم سفیر خلیلزاد قصد دارد در نشستی در مسکو شرکت کند. او می افزاید این نشست تمام تلاش های بین المللی دیگر را برای حمایت از روند صلح افغانستان تکمیل می کند. دوستان عزیز سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین و تازه ترین تحولات و رویدادهای افغانستان منطقه و جهان آگاهی حاصل نمایید پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فعال سازید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه های بعدی ما نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی که برایتون آماده می سازیم شما را به خداوند یکتا می سپاریم.